سلبریتی هایی که بعد از مرگ هم پول در می آورن. نشریه فوربس هر سال لیستی از چهره های مشهور منتشر می کند که بعد از مرگ هم همچنان کسب درآمد می کند. امسال هم لیستی 13 نفره از چهره های سرشناس فرهنگی هنری منتشر شده که با وجود فوتشان همچنان دارند درآمد کسب می کند. بیش از نیمی از برترین سلبریتی های مرده سال گذشته این کار را از طریق به دست آوردن مالکیت معنوی خود انجام دادند. به گزارش این نشریه درآمد این سلبریتی ها نسبت به پارسال 70% کاهش داشته. این مؤسسه برای تهیه فهرست خود درآمدهای سلبریتی های درگذشته از منابع مختلف را در کنار هم قرار می دهد. فهرست پیش رو بر اساس درآمدهای به دست آمده برای سلبریتی های فوت شده در فاصله اکتبر 2022 تا کنون تهیه شده. سیزده مرلین مونرو درآمد امسال 10 میلیون دلار. این ستاره فقید هالیوود با نام نورما جین بیکر به دنیا آمد و زمان آغاز کار هنریش هم میخواست با این نام فعالیتش را شروع کند. اما در نهایت او با مرلین مونرو شناخته شد. تصویر نمادین مرلین مونرو با گذشت بیش از 60 سال از مرگ او هنوز هم روندهای مد و طراحی را ایجاد میکند. این ستاره میلیون ها دلار از صدور مجوز و تجارت به دست آورد. 12 آرنولد پالمر درآمد امسال حدوداً 10 میلیون دلار. آرنولد پالمر یکی از مشهورترین چهره های تاریخ گلف در سن 87 سالگی در ایالت پنسیلوانیا درگذشت. آقای پالمر در طول حیات ورزشی خود در بیش از 90 تورنمتر گلف قهرمان شد. به عقیده بسیاری از ورزشی نویسان شخصیت جذاب او باعث شد که گلف در میان بسیاری از مردم جهان محبوب تر از گذشته شود. اگرچه آرنولد پالمر ثروت خود را با بازی گلف به دست آورد اما از فروش شرکت نوشیدنی خود حق امتیاز کسب می کرد. 11 جورج هریسون درآمد امسال حدوداً 14 میلیون دلار. جورج هریسون آهنگساز، ترانه‌سرا و تهیه کننده انگلیسی بود که بیشتر به خاطر عضویتش در گروه بیتلز مشهور شد. جورج گیتاریست اصلی گروه راک بیتلز در دهه 60 میلادی بود و همچنان به خاطر حضورش در گروه بیتلز درآمد ثابتی بابت کپی رایت کسب میکنند. 10 وینگ کراسبی درآمد امسال 14 میلیون دلار. شاید برای امروزی ها ماریا کری ملکه موسیقی کریسمس باشد، اما برای طرفداران پیشین موسیقی قطعه او پادشاه این بخش است. کراسبی خواننده و بازیگر آمریکایی بود. صدای باس باریتون خاص او را که با انتشار بیش از نیم میلیارد نسخه از آثارش به یکی از پرفروشترین هنرمندان قرن بیستم بدل کرده بود همیشه مشهور بود. او هنوز هم بابت حق امتیاز آثارش درآمد دارد. 9 باب مارلی درآمد امسال او 16 میلیون دلار است. با گذشت بیش از 40 سال از مرگ باب مارلی، موسیقی او همچنان طرفدار دارد. مارلی به جز حق امتیاز آثارش از فروش تصاویرش هم درآمد دارد. اوایل امسال اولین داروخانه به نام تجاری مارلی در زادگاهش جامائیکا افتتاح شد و سال آینده فیلم باب مارلی یک عشق به نمایش در می آید. 8 جان لنون درآمد امسال 22 میلیون دلار. جان لنون یکی از بنیانگذاران اصلی گروه افسانه‌ای بیتلز بود که هنوز هم بابت فروش آثارش پول خوبی به جیب می‌زند.
قرار است به زودی یک اثر از این گروه به کمک هوش مصنوعی بازسازی شود و طبیعتاً عایده مالیش نصیب جان لنون خواهد شد. 7. ویتنی هیوستون. درآمد امسال 30 میلیون دلار. ویتنی در سال 2023 60 ساله می شد و طرفدارانش همیشه او را دوست خواهند داشت. املاک او به لطف یک فیلم بیوگرافی و چندین همکاری برند همزمان بزرگترین سال خود را جشن می گیرد. در ماه دسامبر فیلم او نزدیک به 60 میلیون دلار در سراسر جهان فروخت و یک مجموعه آرایشی را با املاک هیوستون منتشر کرد که توسط خواهر شوهرش پت هیوستون و پرایمری ویو اداره می شود. 6. پرینس. درآمد امسال 30 میلیون دلار. او که از او به عنوان اسطوره موسیقی سول و فانک و نیز پیشگام صدای مینیاپولیس نام برده می شود، شهرت خود را مدیون نوآوری‌هایش، ظاهر پرزرق و برق و نیز اجراهای پرشکوه در کنسرت‌هایش است. فروش بیش از 100 میلیون نسخه از کارهای او در سراسر جهان وی را در فهرست پرفروش‌ترین هنرمندان موسیقی قرار داده است. در زمان مرگ در سال 2016 گروه بنفش 3 آلبوم پس از مرگ او منتشر کرد. در اواخر این ماه نسخه بازسازی شده آلبوم کلاسیک او در سال 1991 منتشر می شود. 5. چارلز شولتز. درآمد امسال حدوداً 30 میلیون دلار. چارلز مونرو شونز یک کاریکاتوریست آمریکایی است که به خاطر کمیک استریپ بادام زمینی ها حسابی معروف شد. چارلی براون شخصیت اصلی کمیک استریپ بادام زمینی ها است که هنوز طرفداران پروپاگورسی دارد و نسخه های متعددی از آن ساخته می شود. طبیعتاً حق امتیاز این شخصیت برای آقای شولتز است که سالها پیش فوت کرد. 4. دکتر زوس. درآمد امسال 40 میلیون دلار. تئودور سوس گایزل که به دکتر زوس معروف است، شاعر، کاریکاتوریست و انیماتور آمریکایی است که در دوران حیاتش 11 برنامه تلویزیونی، 4 فیلم، 1 فیلم موزیکال و 4 سریال تلویزیونی ساخته است. کتابای او هنوز هم جزو پرفروش‌ترین ها هستند. 3. ری منزرک. درآمد امسال حدوداً 45 میلیون دلار. آهنگساز، خواننده، نوازنده، تهیه کننده، کارگردان و نویسنده آمریکایی. او متولد سال 1939 است و سن 20 سالگی وارد دنیای موسیقی شده. عمده شهرت او به همراهی با گروه مشهور و پرآوازه دورز است. او با این گروه به شهرت جهانی دست یافت و توانست نام خود را به عنوان یکی از برترین نوازندگان کیبورد تاریخ ثبت کند. 2. الویس پریسلی. درآمد امسال حدوداً 100 میلیون دلار. الویس آرون پریسلی خواننده و بازیگر آمریکایی بود که با عنوان سلطان راکن رول شناخته می‌شد. بازخوانی مهیج ترانه‌های دیگران و سبک اجرای خاصش باعث شد که خیلی زود جایگاهش را برای همیشه تثبیت کند. خانه پریستلی در منفیس، تنسی در 12 ماه گذشته حدود 600 هزار دلار بازدید کننده داشته و این ملک دارای منابع درآمدی متعددی از جمله بلیط فروشی و فروش محصولات است. 1. مایکل جکسون. درآمد امسال 115 میلیون دلار. بدون شک مایکل جکسون هنوز هم پادشاه پاپ جهان است که حتی بعد از مرگ هم همچنان پر مخاطب و پرحاشیه است. سال 2019 فیلم موزیکال ام جی حدود 85 میلیون دلار بلیط فروشی داشت و مایکل را به صدر لیست سلبریتی‌های فوت شده رساند.
اوایل امسال هم قرارداد فیلم زندگی نامه او به کارگردانی آنتوان فوکوآ و با بازیگری برادرزاده جکسون امضا شد. خب دوستان، این بود سلبریتی هایی که بعد از مرگ هم پول در می آورن. مرسی از اینکه ما رو تماشا کردید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید. حتما اون زنگولی کنارش رو بزنید تا ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد و بتونید ببینید. و لطفا ما رو به دوستان علاقمند به این گونه ویدیوهاتون معرفی بکنید. اگر پیشنهادی هم دارید حتما توی کامنت ها برامون بنویسید.